شایع خب سالها در مجلات مثل نامه، ایران فردا و شرق، صدای عدالت و اطلاعات و آخریش هم آسمان آبی کار کرده. شایع سالها با مادر من عالیه مطلب‌زاده و آقای کیوان صمیمی در نامه و ایران فردا هم کار بودن و خب همه این نشریات، مجلات و روزنامه ها در نهایت توقیف شدن. جدا از این، شایع هنرمند، گرافیست و فرزند چنگیز شهوق هست. 28 شهریور ماه حدود 7 مأمور با شکستن در خونهشون، در خونه شایع و همسرش در آمل وارد خونهشون میشن. بعد از تفتیش خونه و اینکه با شایع با خشونت رفتار میکنن و درگیری فیزیکی بینشون پیش میاد، تمامی وسیله های الکترونیکیشون، هارد ها، لپتاپ ها، تلفن ها و مکبوک شایع و وسایل کار همسرش حتی، همه با این مامورها میبرن تمامی این وسایل رو. و اون روز طبق گفته خودشون گفتن که شایع رو به دادسرای آمل منتقل کردن. همسرش بارها برای پیگیری وضعیت شایع به دادسرای آمل مراجعه کرده و تا الان نتونسته که با شایع بهش اجازه ملاقات داده نشده. و وقتی خواستار این شده که علتش رو، علت این که همسرش نمیتونه با شایع ملاقات حضوری داشته باشه، خواستار علت این شده، بهش گفتن که به خاطر اینکه اینکه شما شرایط و وضعیت شایع رو رسانه‌ای کردید و در موردش صحبت دارید میکنید، و دو اینکه خب شایع با ما همکاری نمیکنه. و این در حالیه که از قبل این اجازه ملاقات صادر شده بوده و بعد از اینکه همسرش مراجعه میکنه برای ملاقات، این بهش اجازه نمیدن. چیز دیگری که به همسرش گفته شده این هستش که ظرف 24 ساعت اول بازداشت شایع تفهیم اتهام شده و اتهامی که بهش وارد شده تبلیغ علیه نظام هست. خب اما همچنان هنوز علت بازداشتش، دلیل بازداشتش مشخص نیست. بیشتر از 16 روز 17 روز تقریبا هستش که شایع در انفرادی در اطلاعات ساری در حبس هستش و به خانواده اطلاع داده شده که این بازداشت برای 15 روز دیگه تمدید شده. و اینکه طی این 17 روز شایع تنها تونسته 3 مکالمه تلفنی زیر 1 دقیقه داشته باشه با همسرش. تنها همین. این 16 روز 17 روز در انفرادی بودن و این بازداشت که با خشونت بوده، خودش فشار روانی بسیار زیادی روی اون فردی که الان در حبس هست میگذاره. و اینکه حالا طبق تجربه هم که خودم دارم این هستش که این مکالمه های کوتاهی که معمولا زیر 1 دقیقه هستن و زندانی و اون کسی که محبوس هست به سختی میتونه این تماس رو بگیره، اجازه این تماس رو با خانوادش بگیره، فقط برای اطمینان خاطر دادن به اعضای خانوادش هستش که من فعلا خوبم.